فصل سوم. عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می‌دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی با آن مرد علیل فرمود: بیا جلو بیست. بعد با آنها گفت: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن، نجات دادن یا کشتن؟ آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم با آنها نگاه کرد، زیرا از سنگ دلی آنها متاسف بود، و سپس با آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد. چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می دیدن در جلوی او به خاک می افتادن و با صدای بلند فریاد می کردن: تو پسر خدا هستی. عیسی با تأکید با آنها امر می کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود خوان و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشند. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوطی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می‌گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند می‌گفتند او تحت فرمان بعلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می‌کند. پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثل‌هایی آورد و گفت: شیطان چطور می‌تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی‌تواند دوام بیاورد. و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمی‌تواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان اقدام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه‌اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می‌گفتند او روح پلید دارد. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود.
جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادن و تو را می‌خواهند. عیسی جواب داد: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت: اینها مادر و برادران من هستند. چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است. فصل چهارم. عیسی باز هم در کنار دریاچه جلیل به تعلیم مردم پرداخت. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، به طوری که مجبور شد به قایقی که در روی آب بود سوار شود و در آن بنشیند. مردم در کنار ساحل ایستاده بودند و او با مثل تعالیم زیادی به آنها داد. در ضمن تعلیم به آنها گفت: گوش کنید. برزگری برای کاشتن بز به صحرا رفت. وقتی مشغول پاشیدن بز بود، مقداری از بذرها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ، جایی که خاک کم بود، افتاد و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شد. اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه‌ای نداشتند خشک شدند. مقداری از بذرها در میان خارها افتاد و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. و بعضی از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده رشد کردند و ثمر آوردند و حاصل آنها 30 برابر، 60 برابر و 100 برابر. و بعد عیسی اضافه کرد: هر که گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی تنها بود، همراهانش با آن 12 نفر درباره مفهوم این مثل‌ها از او سوال کردند. او جواب داد: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز به طور مثل بیان می شود، تا دائما نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند، مبادا به سوی خدا برگردند و آمرزیده شوند. سپس عیسی با آنها گفت: شما این مثل را نمی فهمید؟ پس چگونه سایر مثلها را خواهید فهمید؟ برزگر کلام خدا را پخش می کند. دانه هایی که در کنار راه می افتند کسانی هستند که به محض اینکه کلام خدا را می شنوند، شیطان می آید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است می رباید. دانه هایی که در زمین سنگ لاخ می افتن، مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می کنند، اما کلام در آنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام زحمت یا گرفتاری برای آنها پیش می آید فوراً دل سرد می شود. دانه هایی که در میان خارها می افتند، مانند کسانی هستند که کلام را می شنوند، اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را خفه می کنند و آن را بی ثمر می سازند. و دانه هایی که در خاک خوب می افتند به کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از آن استقبال می کنند و 30 برابر و 60 برابر و 100 برابر ثمر می آورند. عیسی با آنها فرمود: آیا کسی چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه. آن را می آورد تا روی چراغ پایه‌ای بگذارد. هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده‌ای نیست که پرده از رویش برداشته نشود. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. باز با آنها فرمود: در آنچه که می شنوید دقت کنید. با هر پیمانه‌ای که بدهید با همان پیمانه هم می‌گیرید و چیزی هم علاوه بر آن دریافت می‌دارید. هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و آن که ندارد آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. عیسی فرمود: پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر می‌پاشد. دانه ثبت می‌شود و رشد می‌کند، اما چطور او نمی داند.
شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول می رسد، او با داس خود به کار مشغول می شود، چون موسم درو رسیده است. عیسی فرمود، پادشاهی خدا را به چه چیزی تشبیه کنم؟ یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است، اما وقتی که کاشته شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن انقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. عیسی با مثل‌های زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودند برای مردم بیان می کرد و برای آنها بدون مثل چیزی نمی گفت. اما وقتی تنها بودند، همه چیز را برای شاگردان خود شرح می داد. عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود، به آن طرف دریا برویم. پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردند و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند، ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت، ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود، چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند، این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کند؟